تجارت خارجی توی هر حاکمیتی هر معنی داشته باشه، به حاکمیت آخوندی که میرسه مثل همه چیز دیگرش که به آدمیزاد نمیخوره و از ماهیت آخوند تأثیر میگیره، یک چیز دیگه میشه. بله، از قدیم مثلا دیپلماسی رشوه عبارت شناخته شده بود تو رابطه با رژیم، هم تو خودشون بعضن اینو تکرار کردن و هم خیلی از سیاسیون و دیپلمات‌ها در سطح بین‌المللی بهش اشاره داشتن. برای خیلی روشنه که نباید دنبال یه چیزی به عنوان تراز صادرات و واردات و اینطور موضوعات گشت که در رابطه با کشورهای معمول و معقول موضوع اصلی تجارت خارجیشونه. تو رژیم واردات و صادرات در واقع حکم شیوه پولشویی داره برای دادن رشوه. یعنی سوالشون بیشتر اینه به کی باید رشوه بدیم، دم کیو الان باید تلاش کنیم ببینیم، به چیزایی از این قبیل. آمار رسمی اعلام کردن که از اول تا به امروز که داریم این برنامه رو براتون تهیه میکنیم، ایران 37 میلیون دلار صادرات به فرانسه داشته و در عوض فرانسه هم 1.5 میلیارد دلار صادرات به ایران داشته. یعنی فرانسوی ها هرچی از ما جنس خریدن به جاش 40 برابر رو به ما جنس فروختن. حالا حدس میزنین مثلا چی؟ سفینه فضانوردیه؟ نه قربونت، سفینه کجا بود؟ قطار و هواپیماه؟ نه آقا، اون چه تحریمه که؟ پراید و سمنده؟ اینا مونتاژ داخله. موتور و دوچرخه است؟ نه اصلا وسیله نقلیه نیست. کتری و سماور؟ نه اونا از چین میاد. بیل و کلنگه؟ نه 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 نه، ببین حدسش سخته، خودم میگم. آب معدنی 30-40 هزار تومانی. 40 تومن؟ از همین بطری ها که پلاستیکیه؟ دقیقاً پلاستیکیه. هنس سرش یه در آبی رنگ داره؟ احسنت. توش هم آب داره؟ آفرین، دقیقاً. خب پس اقتصاد مقاومتیشان چی شد؟ اصلا ولش کن آقا، یه آهنگ بذار بشوره ببره پایین بابا، خاک بر سرشان بکنن.